سلام دوستان، به ویدیوی من خوش اومدین. مهدی زارعی هستم، مدرس زبان ترکی استانبولی و شما بیننده قسمت 129 آموزش زبان ترکی استانبولی از کتاب هیتیت 2 هستید. تو این ویدیو دولایل اکترم نقل قول غیر مستقیم اوت هایر سرولره بله خیر، سوالات بله خیر رو با هم یاد میگیریم و به شما آموزش میدم. اگه میخواین این قید مهم و فرمولش و مثالهاش رو به خوبی یاد بگیرین تا انتهای این ویدیو همراه من باشین. دوستان قبل از اینکه درس رو شروع کنیم ازتون خواهش میکنم حتما تو کانال یوتیوب هم عضو بشین، دکمه زنگ رو بزنین، کانال رو به دوستاتون معرفی کنید و خوشحال میشم اگه نکته نظرات، پیشنهادات و انتقادات رو هم در کامنت با من مطرح کنید. توصیه میشیم رو هم فراموش نکنید ویدیوها رو به ترتیب از جلسه اول تماشا کنید. لینک جلسه اول رو این بالا براتون میذارم. فقط دوستان اگه خواهان آموزش هایی فراتر از آموزش های یوتیوب هستین، به خاطر محدودیت هایی که اینجا هست یه کانال جامع آموزشی هم درست کردم، مخصوصا واسه دوستانی که از ایران میگفتن ما دسترسی سخته به یوتیوب، یه کانال تلگرام درست کردم. همه این ویدیوهای داخل یوتیوب رو به اضافه تصاویر و اسلایدهای کمک آموزشی، جزوه هایی که در طول تحصیل خودم استفاده می کردم، جزوه ها، وایس هایی که همراه کتاب هیتیت هست و اینجا وایس نمیشه منتشر کرد، داخل اون کانال هست. سوالات تومر با جوابهاش، فیلم های اصلی زبان ترکی استانبولی با زیرنویس فارسی و ترکی، فرهنگ لغت، آپدیت ها، جزوه ها، و شما اونجا قابلیت سرچ دارین، به هر کدوم از محتوا بخواین میتونین دسترسی پیدا کنین، دانلود کنین و آزادانه استفاده کنین. اگه آموزش های بیشتر خواستین حتما تو کانال که در وبسایت گذاشتم، لینکش رو در توضیحات دسکریپشن میذارم و در کامنت ها میذارم پین میکنم، حتما در کانال عضو بشین. خب دوستان اگه آماده این بریم با هم درس رو شروع کنیم. فقط دوستان قبل از اینکه بریم سراغ کتاب، یه مثال واسه تون آماده کردم. اول این رو ببینیم. دولایل اکترم، تو جلسه قبل توضیح دادم جمله دیگری رو از زبون خودمون بگیم میشه دولایل. دورو اکترم، جمله طرف رو مستقیم همون رو بگیم. این رو کامل تو جلسه قبل، جلسه 128 توضیح دادم. اوت هایر سرولاره دولایل اکترم، سوالات اوت هایر. وقتی که جمله مستقیم طرف سوالی بوده، اوت هایر بوده، اینجا چطور میشه؟ ببینیم چطور میشه. دورو آنلاتمش به این شکل میشه. صدا اسم دختر است، ارول هم اسم پسر است، اسم یه پسره. صدا ارولا بنی سویور موسون دیه سوردو، میگه صدا به ارول من رو آیا دوست داری اینطوری پرسید. اینی که بین اینترنت اشارات های قرمز رنگ هست، جمله مستقیم صدا بوده که پرسیده، سوالی بوده، با مون سوالی شده، پاسخش اوت هایر میشه، به خاطر این اینجا گفت اوت هایر. خب حالا ما بخوایم از زبون خودمون این حرفو بگیم، میگیم صدا ارولا اونو سویپ سومدینه سوردو، میگه صدا به ارول اون رو دوست داشتن دوست نداشتنش رو پرسید. و این جمله خورده تغییر میکنه، چون الان دیگه ما داریم از زبون خودمون میگیم، بنی شده اونو، سو دوبل میشه، سومک، سو ریشه فعل سومک دوبل میشه، دو دفعه میاد، یه بار اپ بهش میاد، یه بار دک بهش میاد، دک منفی، این زرده منفی هستش، بعد یه دونه پسوند مالکیت میاد، این نه نارنجی حرف میانجیه، راهنمای رنگ ها رو پایین واسه تون قرار میدم، و این ای حالات اسم هستش، یعنی او رو دوست داشتن نداشتنش رو پرسید، این معنی تحت لفظیشه و همین جمله رو معنی میده. خب دوستان تو کتاب هم دلایل اکترم اوت هایر سرولره عنوانش هست، تو صفحه 119 کتاب. ایلم اول ریشه فعل میاد، کلان یاردمت، سو اینان، کاتل ایلاچ، کلان گل گیت، آنلا تعمیر ات، چک دو، این دو به معنی متولد شدن هست، دوغماک، ریشه فعل دوغماک هستش. این هم که همه رو میدونید، بارها گفتم. و بعد از این اپ میاد، دوباره همون ریشه فعل تکرار میشه، دوبل میشه، همون باید بیاد، اون تکرار میشه، یه دونه برای دومی مای منفی میاد، با میوما منفی میشه، همون جوری که تو درس بهتون گفتم تو مثال. بعد دک 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 میاد، چون اینجا میوما منفی هستش، فقط دک و دک میاد، برای این یه دونه ما دک میاد، برای این می دک میاد.
آجاک و اجک هم اگر بحث ما برای آینده باشه، مثلا در آینده اگه دوستش داشت پرسیده در آینده مرا دوست خواهی داشت، واسهش اجک و آجک می آوردیم. و نشان پسوند مالکیت هستش اینجا، نشان فاعل برای سوم شخص مفرد چیزی نداریم. یه سری فرقای دیگه هم داره، خب اینا همش فرق میکنه، پسوند مالکیت و نشان فاعل اینجا همش. اما تو یه نگاه من الان متوجه شدم پسوند مالکیت برای سوم شخص مفرد داریم، تو نشان فاعل سوم شخص مفرد اینجا خالیه. ببین اینجا هم یلیک اکی آورده و در انتها هم اک، اکش آدروم هستش، حالات اسم هستش که تو جلسه 5 کتاب ایدیتی 1 خوندیم. اسلایدش رو اینجا براتون به نمایش میذارم و ویدیوش رو هم میتونید از این قسمت تماشا کنید. خب بریم سراغ مثالها. ارنکلر مثالهایی که تو کتاب آورده میگه دکتر هاستایا سیگارا کلونیور موسونوز دیه سوردو، میگه دکتر به بیمار سیگار میکشید اینطوری پرسید. برای سیگار کشیدن کولانماک و کولان استفاده کردن و ایچمک استفاده میکنن اونجا. خب حالا این دورش بود، مستقیمش بود، ترنک اشارته داره و دیه داره، از اینجا میفهمیم. حالا اوت هایر سرولرن چجوری میشه؟ دورش حالت دولایلش ما بخوایم بگیم از زبون خودمون، این دورو بود. دکتر هاستایا سیگارا کلانمدنه سردو، میگه دکتر به بیمار سیگار کشیدن نکشیدنش رو پرسید. خب مثال بعدی میشه بن سانا هزل عربا کلانمایه سویرموسون دیه سردم، من به تو سری هزل سری ماشین میرونی استفاده میکنی. خب مثال بعدی میشه بن سانا هزل عربا کلانمایه سویرموسون دیه سردم، میگه من به تو سری ماشین روندن، کلانمک به سورمک میگن، کلانمک هم میگن واسه روندن، میگه ماشین سری روندن رو دوست داری؟ اینطوری پرسیدم ازت. حالا جمله دلایل اکتریم این میشه بن سانا هزل عربا کلانمایه سویب سویمدینه سردم، به این شکل میشه. و بعدی میشه کادن گرولیه بانا یاردم در میسینز دیه سردو، میگه کادن به مامور به من کمک میکنی آیا؟ اینطوری پرسید. کادن از خانم از ماموره اینو پرسیده، به من کمک میکنی آیا؟ اینطوری پرسیده. حالا میشه چی؟ کادن گرولیه کندیسینه یاردم ادب ادمیجینه سردو، میگه کادن به مامور به خودش کمک کردن نکردن رو پرسید. این دلایلش به این شکل میشه غیر مستقیمش. اینجا هم سه تا آورده ایراد داره، باید بدونیم اینا ایراداش چیه. همین آورده دوباره ایراد دار نوشته، کادن گرولیه کندیسینه یاردم ادب ادجینه سردو، اینجا ادجینه نیست ادمیجینه، یه دونه می باید اینجا می آورد. این میشه کادن گرولیه کندیسینه یاردم ادجینه سردو، کندیسینه یاردم ادب ادمیجینه، این ادب جا مونده اینجا، اینو باید می آورد، این رو باید اینجا قرار میداد. و بعدی میشه کادن گرولیه کندیسینه یاردم ادمیجینه سردو، اینجا ادمیجینه هست ادب نیست، اینجا هم کسا کلا اشتباه بود، باید اینم میگفت همین یه دونه باید میشد، هر ستاش اشتباه، باید این یه جمله میشد. فقط میخواد حواس ما رو متوجه کنه که به این شکل نوشته بشه. خب بلا فاصله بعد از این قواعد تمرین 8 هست، ینیدن یازالم، ینیدن یعنی نو، ینیدن از نو بنویسیم. آیشه بانا کارا کدینین اورسوز اولدونا اینانیور موسون دیه سردو، میگه آیشه به من گربه سیاه بدشون بودنش رو باور داری پرسید، اینطوری پرسید، ازش پرسیده که باور داری گربه سیاه شومه اورسوز، اورسوز اورلو یعنی فرخنده، مثلا یک کسی یه چیزی میخره میگن هایلو اورلو اورسون، خیردار و فرخنده باشه، اورسوز یعنی بدشگون، ازش پرسیده که باور داری گربه سیاه بدشگونه. خب حالا این جمله مستقیمش بود، دلایلش میشه آیشه بانا کارا کدینین اورسوز اولدونا اینانب اینانمادونه سردو، میگه آیشه به من گربه سیاه
شوم بودنش رو باورداری اینطوری پرسید. خب ترجمهش هم دیگه همینه دیگه، ترجمهش رو هم نمیگم. دومی میشه بن سیزه یارین که توپلانتیا کاتالاجک مسنز دیه سوریورم. میگه من به شما به جلسه فردا، توپلانتی جلسه یارین که هم که متعلق به فردا، یارن میشه فردا، به جلسه متعلق به فردا کاتالاجک مسنز ملحق میشید، کاتالماک هم ملحق شدن دیه سوریورم، اینطوری میپرسم. بله حل این تمرین به این شکل میشه، با این مقایسهش کنید ببینید چطور تغییر کرده. بن سیزه یارن که توپلانتیا کاتالپ کاتالمی جان سردم. خب سومی میشه دکتر هاستاسنا داها اونجه بو ایلاچتان کلندنز ما دیه سردم. میگه دکتر به بیمارش داها اونجه قبلتر از این دارو استفاده کردید، آیا اینطوری پرسید. بله حل این تمرین به این شکل میشه، دکتر هاستاسنا داها اونجه بو ایلاچتان کلنب کلنمدنه سردم. میگه دکتر به بیمارش قبلا این دارو رو استفاده کردن نکردنش رو پرسید. و چهارمی میشه جان گکچه‌ی بانا یاردم ادجک میسین دیه سردم. میگه جان به گکچه، گکچه‌ی بانا یاردم ادجک میسین، به من کمک میکنی، اینطوری پرسید. بله حل این تمرین به شکل میشه، جان گکچه‌ی کندسینه یاردم ادیب اتمیجینه سردو. و پنجمی میشه سیز اورنجیلره پیکنیه گلجک میسینز دیه سردونوز مو. میگه شما به دانش آموزا به پیکنیک میایید، آیا اینطوری پرسیدید؟ بله حل تمرین به این شکل میشه، سیز اورنجیلره پیکنیه گلیپ گلمیجکلرینه سردونوز. میگه شما معنیش که همین میشه، فقط اینجا این هم دقت کنید، راهنمای رنگ‌ها رو زیر میذارم، این زردها منفی سازن، نارنجی ها حروف میانجی هستن، اجک ها اینها پسفندهای زمان هستن، سبزها لری این پسفند مالکیت یا نشان فاعله، این میانجی هستش و این آخری هم حالت اسم هستش. ششمی میشه آنم بانا بوگون اوکولا گیدجک میسین دیه سردم. میگه آنم به من امروز به مدرسه میروی، آیا اینطوری پرسید. بله حل این تمرین هم به این شکل میشه، میگه آنم بانا، آنم مادرم به من امروز به مدرسه آیا میروی، اینطوری پرسید. خب حلش میشه آنم بانا بگون اوکولا گیدیب گیتمیجیمی سردو، رفتن نرفتن منو پرسید. ببینید نشان فاعلی هم که واسش اومده منه، خب معنیش هم که همین میشه. خب هفتمی میشه اورتمن اورنجیلره بنی انلادنز مه دیه سردو. میگه معلم به دانش آموزهاش من رو فهمیدید، انلادنز مه فهمیدید، اینطوری پرسید. بله حل این تمرین هم به این شکل میشه، میشه اورتمن اورنجیلره کندیسینی انلایب انلامادیکلرینی سردو. حل تمرین به این شکل میشه. و هشتمی میشه احمد بانا پاتلایان آرابا لاستیکینی تعمیر ادبیلیر میسین دیه سوریور. میگه احمد به من پاتلایان آرابا لاستیکینی، لاستیک ماشین پنچر شده رو، لاستیک پنچر شده ماشین رو تعمیر میتونی بکنی، اینطوری از من پرسید. بله حل این تمرین به این شکل میشه، احمد بانا پاتلایان آرابا لاستیکینی تعمیر ادیب ادمیجینی سوریور. میگه احمد از من لاستیک ماشین پنچر شده، خب معنیش هم که همین میشه، فقط شما اختلافاتش رو با این مقایسه کنید ببینید چه تغییری کرده. و نهمی میشه بن دکترا هستانیدن نه زمان چکجام دیه سردم. میگه من به دکتر از بیمارستان کی خارج میشم، اینطوری پرسیدم. من به دکتر از بیمارستان کی خارج میشم، اینطور پرسیدم. بله حل این تمرین هم به این شکل میشه، بن دکترا هستانیدن نه زمان چکجام سوریورم. خب دوستان به پایان جلسه 129 رسیدیم، حتما تو کانال جامع آموزش ترکی آموزش های کامل و مفصلی هست، اونجا آپدیت میشه. اینجا تو یوتیوب حتی من نمیتونم یه ویدیو رو تغییر بدم، اونجا اگه ببینم یه ویدیو کیفیتش خوب نیست ویدیو رو تغییر میدم. درس به درس ویدیوها رو با اسلایدهای کمک آموزشی، فایل های صوتی، هر چی که لازم باشه اونجا گذاشتم. عضویت تو کانال جامع از طریق وبسایت، لینکش تو دیسکریپشن فراموش نشه. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه من بودین، اگه خوشتون اومد از ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنین، اشتراک کانال و معرفی کانال به دوستاتون و کامنت هم فراموش
نشه. ممنونم از دعاهاتی که به ویدیو من تقدیم کردیم. به امید دیدار در ویدیوهای آینده.